سلام دوستان، ابراهیم صالحی هستم با یه ویدیو دیگه از مجموعه ویدیوهای آموزشی جاوا اسکریپت در خدمت شما عزیزان هستم. خب در این ویدیو میخواستم در خصوص در واقع همون دام و چطوری میتونیم چندین المنت رو بهش دسترسی پیدا بکنیم. خب فرض کنید من داخل این حالا HTML خودم میام و چیکار میکنم؟ یک فرض کنید که تگ UL رو ایجاد میکنم و به همین ترتیب مثلا LI های مختلفی رو ایجاد میکنم. خب هر کدوم از اینها رو میام مثلا 1, 2, 3, 4 و 5 به این صورت من میام اینها رو نامگذاری میکنم. خب یک راه دیگه ای هست که خب من نیاز به آیدی دادن ندارم، یعنی میتونم هر کدوم از این المنت ها رو در واقع بهش آیدی ندم، چون نمیخوام بهش دسترسی پیدا، مثلا فرض کنید به صورت تکی دسترسی، میخوام به صورت گروهی دسترسی پیدا بکنم. خب میتونیم از document.getElementsByTagName استفاده بکنیم به این صورت و بگم که مثلا کلیه LI ها رو به ما برگرد، const مثلا myList مثلا فرض کنید یه myListی برمیگرد. خب اگر من اینجا اینو لاگ بکنم ببینیم این myList چی هست تایپش. خب ببینید یک کالکشن HTML کالکشنه، یعنی اگر من بگم که خب ببینم این array هست یا نه، my list، خب میبینیم که false برام، یعنی یک array نیست ولی به صورت در واقع یک collection در واقع داره رفتار میکنه. خب اگر من مثلا حالا بخوام این رو به array تبدیل کنم، میتونیم مثلا من به این صورت میگم که my list، به این صورت میتونم به صورت اری ببینمش که میتونیم از این اپراتور اسپرد اپراتور یا دات 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 استفاده بکنیم و به صورت اری اینجوری اری میشه. خب حالا اگر بخوام به عناصر این دست پیدا بکنم یا مثلا عنصر خاصش رو تغییر بدم، من کافیه بگم که مای لیست، حالا به این صورت مثلا میگم مای لیست 1 رو بیا شما مثلا استایل دات کالرش رو قرار بده رد مثلا به عنوان مثال، ببینیم که این تبدیل به در واقع مثلا فرض بفرمایید که رد شده. حالا خب پس من اینجا تونستم چیکار بکنم؟ یکی از این عناصر رو در واقع تغییر بدم، یا اگر مثلا فرض بفرمایید بخوام کلیه مثلا همه عناصر لیست رو تغییر بدم، کافیه من یه فور بذارم اینجا به این صورت مثلا بیام بگم که صفر و آی کوچیکتر از مثلا mylist.len باشه، به این صورت len باشه و اینجا بگم که i plus plus به این شکل و اینجا بیام هر کدوم از این عناصر i رو تغییر بدم، یعنی بیام میگم که مثلا به جای اینکه اینو بکنیم بگو که عنصر i رو بیا تغییرش بده red، پس میبینید که همشون رو در واقع رنگشون رو تغییر داد. خب طبیعتا اگر من بخوام به همه این عناصر به صورت حالا دستورهای در واقع ES6 استفاده بکنم، حتما باید به صورت فانکشنال دسترسی پیدا بکنم. مثلا اگر بخوام از فور ایچ استفاده بکنم اینجا و هر آیتمی رو به این شکل ببینم، هم میتونم به این شکل که من به جای اینکه بگم مای لیست آی میگم که اون آیتم رو style.color قرار بده مثلا گرین و اینو میتونم ورش دارم، به این شکل هم میتونم به عناصرش دست، ولی خب نمیتونم به اینها به این صورت دسترسی پیدا کنم. یعنی اگه من اینجوری بگم ببینیم چه اتفاقی میفته، میبینیم که اینجا به ما یه خطایی میده. خب بریم ببینیم چه خطایی داده. خطاش این هست، می آن کا تایپ ارور مای لیست فور ایچ از نات فانکشن، اینو به صورت در واقع اری ندیده، اینو به صورت یک آبجکت میبینه از نوع کالکشن، به خاطر همین
اینجا این ارور میده، اینجا که اگه توجه کرده باشین اون HTML collection هست به این شکل. فقط نکته ای که وجود داره به این صورت هست. و خب یه نکته ای که یادم رفت بگم اینه که این get elements چون که چند تا element برمیگرده، یک مجموعه از element ها رو برمیگرده، get elements by tag name هست به این شکل. خب امیدوارم که این ویدیو برای شما عزیزان مفید واقع شده باشه. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک بکنید و یا با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.